گرمترین سلام ها از طرف همه دستندرکان فردای ما خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت باشین و لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشین. یادتون باشه که این نگاه ما به دنیای اطرافمون و انتخاب هامونه که لحظه هامون رو میسازه. انتخاب کابینه روحانی تو روزهای اخیر حسابی پرماجرا بود. از داستان نظر ولی فقیه گرفته تا انتخاب تک تک وزرا. بعد از اینکه آخوند روحانی گفت که کابینه رو با توجه به نظر خامنه ای انتخاب میکنه و بعد از اون هم با تعدادی از سرکرده های سپاه پاسداران ملاقات کرد، این شایعات قوت گرفت که روحانی قصد داره که به سپاه امتیازهایی بده و باند اصلاحات هم شروع کرد به سهم خواهی. جدا از کرنش روحانی برای خامنه ای، طبق قانون رژیم وزرای دفاع، امور خارجه، اطلاعات، آموزش پرورش، علوم و ارشاد باید طبق نظر ولی فقیه انتخاب بشه. چیزی که به عنوان علت این موضوع عنوان کردن اینه. چرا که انحراف در آنها موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمان‌ها می‌شود و نگهبانی و مراقبت از حرکت عمومی به سمت آرمان‌ها وظیفه قطعی رهبری است. یکی از پست‌های حساس پست وزارت علوم که یادتون باشه دور قبلی هم برای دولت روحانی مثل یک بحران بود، چون که این پست مستقیماً با موضوع جوانان و به خصوص دانشجو در ارتباطه و برای رژیم خیلی حساسه. تا اینجای کار فعلاً رئیس دانشگاه خواجه نصیر علی خاکی صدیق به عنوان کاندید مطرح شده، اما در کمال تعجب روز 17 مرداد وقتی که روحانی لیست پیشنهادش رو ارائه کرد جای وزارت علوم اونجا خالی بود. دولت گفته که تا حالا در این مورد دستمزد جمع‌بندی کافی داشته باشه. بعد ببینیم که این بار روحانی چطور میخواد این مشکل و این بحران رو حل کنه. باید دانشجو باشین و همه سختی ها و مشکلاتش به خصوص سال آخر و دوره پایان نامه نویسی رو تجربه کرده باشین تا بدونین که پایان نامه برای یک دانشجو چه اهمیتی داره. اون هم توی حکومت آخوندها که همه چیز رو بر پایه مدرک و نمره و پارتی و مقاله و پایان نامه های کیوی میسنجن. حالا تصور کنین که توی چنین شرایطی با چنین صحنه ای مواجه بشین. پایان‌نامه هایی که دیدین چطور پرتابشون میکردن و با پا روشون میرفتن و بار ماشین زده بودن، پایان‌نامه های دانشجوهای دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان و حاصل ماها زحمت دانشجوه. حالا توی فصل تابستون در روزهایی که دانشجوها و اساتید توی دانشگاه نیستن، به بهانه کمبود محل نگهداری اونها رو به محل نامعلومی منتقل میکنن. بله، این هم نحوه برخورد با علم و دانش در حکومت جهل و سرکوب. فیلم ها و سریال هایی که رژیم اخیراً علیه مجاهدین میسازه قابل توجهه. فیلم هایی که با این هدف ساخته میشن که مجاهدین رو از جامعه جدا کنن و از ترس جذب جوان ها به مجاهدین هستن. اما تا اینجای کار نتیجه کاملاً معکوس داشتن و بیشتر باعث جذب جوان ها به اونها شدن و ایجاد این سوال که این مجاهدین کی هستن که رژیم اینقدر ازشون میترسه. یکی از مهرهای اطلاعاتی رژیم به اسم صادق کوشکی روی بیشتر کردن این سریال ها و فیلم ها تاکید کرده و گفته بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است، از سال 80 تا سال 86 اعدام های سال 67 جزو 4 شبهه رایج در کل دانشگاه های ایران بوده است. همان کسانی که در سال های 80 تا 86 این شبهه را در میان دانشجویان مطرح می کردند، امسال هم آن را در بحث انتخابات مطرح کردند. از طرف دیگه رژیم مجبور شده که به شکست سیاستهاش اعتراف کنه و گفته که این کارمون اشتباه بود. در دهه 70 در رسانه ها اسمی از مجاهدین نمی‌مرد. یک به اصطلاح کارشناس دیگه در این مورد گفته ما یک مشکلی داشتیم که نسل جوان ما سازمان مجاهدین را کمتر میشناختند. به همین خاطر ما آسیب‌هایی را از این بابت دیده‌ایم که در جریان فتنه 88 جوانی که به نتیجه انتخابات اعتراض دارد ناگهان سر از اردوگاه اشرف درآورد. بله، حقیقت بالاخره راه خودش رو باز میکنه. بعد از 38 سال تبلیغ دروغ، سیاه‌نمایی و شیطان‌سازی از مجاهدین، حالا رژیم به جای رسیده که مجبوره به محبوبیت مجاهدین در جامعه ایران و شکست سیاست‌های سرکوب و اختناقش اعتراف کنه.
اما این مقاومتیه که با ریشه‌های اجتماعی ایران پیوندی عمیق داره و حالا هم بر بام جهان برای سرنگونی همه چیز داره.